سلام بر شما، به برنامه صفحه دو خوش آمدید. من مهدی پرپنچی هستم. ثبت نام نچندان دور از انتظار اسفندیار رحیم مشایی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سعید جلیلی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری معادلات حاکم بر انتخابات را کاملا تغییر داد و حضور دقیقه 90 این سه نفر تقریبا همه داوطلبان دیگر را به حاشیه رانده. هنوز روشن نیست آیا این سه داوطلب اجازه ورود به میدان رقابت را از شورای نگهبان دریافت خواهند کرد یا خیر، اما اگر این جواز صادر شود احتمالاً برای اولین بار در دهه‌های اخیر شاهد انتخاباتی سه قطبی در جمهوری اسلامی خواهیم بود. در این برنامه احتمال تایید صلاحیت آقایان مشایی و هاشمی و پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد، همراه با آقایان مهدی خلجی، پژوهشگر انستیتو مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن که از شهر واشنگتن با ماست، همینطور مصطفی خسروی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران از روم با ما خواهد بود و اینجا در استودیو همکارم حسین باستانی ما رو در طول بحث همراهی خواهد کرد. بسیار متشکرم از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای باستانی، فکر میکنید که با توجه به مجموع مباحثی که در یک دو روز گذشته مطرح بوده، حملات بسیار تندی که داره از طبیعتا نهادها یا رسانه‌های نزدیک به رهبر ایران و آقایان هاشمی و مشایی میشه، یا چقدر میشه انتظار تایید صلاحیت اینها رو داشت؟ ما مجبور هستیم روی فهم عادی خودمون از سوابق نهادهای حکومتی و وضعیت موجود ایران قضاوت بکنیم. اگر بخوایم بر مبنای خرد متعارف قضاوت بکنیم، باید گفتش که رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی سخت خواهد بود و تایید صلاحیت آقای مشایی دشوار خواهد بود. البته هیچ کدوم از اینا هم 100% نیست طبیعتاً. آقای هاشمی رفسنجانی کسی هستش که به هر حال حتی در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم از آیت الله خامنه ای حکم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو گرفته. مجمع تشخیصی که روی کاغذ و طبق قانون مهمترین نهاد انتصابی محسوب میشه. البته همه میدونن که قدرت مجمع تشخیص قابل مقایسه با سایر نهادهای انتصابی مهم مثل مثلا دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی، سپاه و بسیج، قوه قضاییه یا شورای نگهبان نیست. ولی در روی کاغذ واقعیت اینه که قراره که بالاترین نقش رو داشته باشه و سیاست‌گذاری کلان بکنه. رد صلاحیت کردن یک همچین کسی به قاعده بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی در مورد آقای مشایی هم خب ما فراموش نکنیم که باز اگر بخوایم مرجع رو دیدگاه‌های شخص آیت الله خامنه‌ای قرار بدیم، ایشون حتی با معاون اول شدن آقای مشایی موافقت نکرد و دخالت کرد با وجود هزینه‌هایی که ایجاد کرد این داستان و به هر حال مقاومت نسبی آقای احمدی نژاد. از طرف دیگه واقعیت اینه که در ترمینولوژی سیاسی ایران توی مخصوصا 4 سال اخیر این اصطلاح جریان انحرافی که الان دیگه همه میشناسنش، جریان انحرافی شاید دقیق‌ترین و علمی‌ترین توصیفی که بشه ازش ارائه داد این هست: همفکران آقای اسفندیار رحیم مشایی. در مورد جریان‌های دیگر سیاسی شاید بشه توصیفات کلی‌تر و تئوریک‌تری ارائه داد، ولی در مورد جریان انحرافی شما هر تعریفی ارائه بدید یک جایی به یک مشکلی برمی‌خوره. شاید ساده‌ترینش و مستقیم‌ترینش این باشه که همفکران آقای مشایی الان 4 سال هست حدوداً، دقیق‌تر بگیم 3 سال هست که فضای سیاسی ایران درگیر التهاباتیه که در اون التهابات همیشه یک جریان به نام جریان انحرافی به عنوان جریانی که داره خیانت میکنه با آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، داره در واقع در مقابل رهبری ایستادگی میکنه و داره کلی کارهای بد دیگه انجام میده، شناسونده شده به اصولگرایان. حالا اگر که بخوان یک همچین کسی رو که مظهر این جریان هست تایید صلاحیت کنن و طبیعتاً اون هم در شرایطی که خب همه میدونن که رد یا تایید صلاحیت کسایی در حد آقای رفسنجانی و آقای مشایی چیزی نیستش که چند نفر بشینن تو شورای نگهبان با نصف به اضافه یک رای گیری قضیه رو تمام بکنن. باید در سطوح کلان نظام همچین تصمیم گیری صورت گرفته باشه. در مورد آقای مشایی اگه همچین اتفاقی بیفته بسیار تبعات بزرگی خواهد داشت در میان حتی اصولگرایان. البته یک نگاه دیگه هم به داستان اینه که میگن در تفسیر وقایع ایران یک رایش هم اینه که تمام احتمالات موجود رو بذارید روی کاغذ، اون چیزی که اتفاق میفته ممکنه یه چیزی باشه غیر از تمام. یعنی در واقع به قول خودتون با فهم متعارف وقتی نگاه میکنیم
تایید صلاحیت آقای هاشمی ممکن تر هست احتمالش، هرچند ردش ناممکن نیست، و در مورد آقای مشایی ماجرا برعکس. آقای خلجی شما چطور میبینید داستان رو؟ تمامش موافق هستم با آقای باستانی و فکر میکنم که به ویژه در مورد آقای رفسنجانی فلسفه ورود ایشون به انتخابات یک چیزی ورای رأی آوردن در انتخابات یا مسئله تأیید یا عدم تأیید هست. به عبارت دیگه دلیلی که آقای رفسنجانی وارد انتخابات شده خیلی مهمتر از اینها هست و من فکر میکنم دلیلش این هست که آقای رفسنجانی شبیه آقای مشایی نمایندگی میکنه یک جریانی رو که سرنوشت سیاسیش به این انتخابات پیوند خورده. آقای رفسنجانی نماینده نسل اول سیاستمداران جمهوری اسلامی و گروه های ذینفع در حکومت مثل جریان بازار، جریان تکنوکرات ها و همینطور روحانیت هست که در دو دهه اخیر به تدریج نقش سیاسیش کمرنگتر شده و به حاشیه رونده شده. فراموش نکنیم که آقای خامنه ای 74 سالش هست و اگر سنت سیاسی در 24 سال گذشته رو در نظر بگیریم، کسی که یک ماه آینده به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد به احتمال زیاد برای 8 سال رئیس جمهور ایران خواهد بود و احتمال اینکه در 8 سال گذشته آیت الله خامنه ای از دنیا بره بسیار زیاد هست و اگر آقای خامنه ای در 8 سال آینده از دنیا بره، رئیس جمهور نقش مهمی در فرایند گذار به رهبری جدید بازی خواهد کرد. به این معنا رئیس جمهور آینده یک اهمیت ویژه‌ای داره و احتمال اینکه سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در این فرایند گذار به رهبری جدید نقش مهمی بازی کنند بسیار زیاد هست و ما میدونیم که اگر در سیاست‌های 24 سال گذشته قدرت یابی سپاه پاسداران همراه بوده باشه با کمرنگ شدن قدرت روحانیت و بخش عظیمی از نسل اول سیاستمداران جمهوری اسلامی، روحانیت الان باید احساس خطر بکنه، بازاری ها مؤتلفه باید احساس خطر بکنه، تکنوکرات ها باید احساس خطر بکنن و همینطور اصلاح طلبان. بنابراین مسئله فقط آقای خامنه ای هم نیست، مسئله این هست که اگر آقای رفسنجانی نتونه یک جایگاه محکمی برای همه اون کسانی که قدرتشون رو از دست دادن پیدا بکنه در حکومت، این مسئله مرگ و زندگی خواهد بود برای اونها. آقای خلجی اگر ببخشید حرفت رو قطع میکنم، شما در باب اهمیت 8 سال آینده صحبت کردید، دلایلش هم گفتید که کاملا روشن هست، درست هست. همین سوال رو پیش میاره که با توجه به این اهمیت بسیار زیادی که گفتید، آیا ممکن هست که به هر حال حاکمیت در معنای بزرگ کلمه موافقت بکنه با اینکه نامزدهای مثل آقای هاشمی یا آقای مشایی بیان وسط و به هر حال یه احتمال رأی آوری هم داشته باشن اینها؟ ببینید، مسئله این نیست که رأی میارن یه مسئله نمیارن، مسئله اینه که یک اتفاقی داره در جمهوری اسلامی میفته و تکلیف آینده جمهوری اسلامی داره مشخص میشه. اگر آقای رفسنجانی نمی آمد، این اتفاق با یک هزینه بسیار کمی میافته. الان که آقای رفسنجانی به انتخابات وارد شده و عکس انتخابات، چه رد صلاحیت بشه، چه تأیید صلاحیت بشه، چه رأی بیاره، چه رأی نیاره، چه رأی بیاره و رأیش خونده بشه و چه رأیش خونده نشه، یک هزینه گزافی برای اون کسانی خواهد بود که میخوان این جریان برای همیشه از جغرافیای حکومت حذف بشه. بنابراین اگر آقای رفسنجانی حتی رد صلاحیت هم بشه که خیلی بعید هست، اگر رأی نیاره که باز هم به نظر من خیلی بعید هست که آقای رفسنجانی دست کم به دور دوم راه پیدا نکنه یا تقلب خیلی زیادی در حکومت در انتخابات صورت بگیره به صورتی که آقای رفسنجانی رو بازنده اعلام کنن، این اتفاق افتاده. در هر حال شما این رو مهم می‌بینید. در یک جمله جناب خلجی، آقای مشایی چطور؟ ایشون تایید میشن؟ آقای مشایی هم همینطور. آقای مشایی هم اگر تایید نشه، به هر حال یک دردسر بسیار زیادی برای آقای خامنه‌ای خواهد. سپاس. آقای خسروی،
تحلیل شما چه هست؟ ببینید در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی ما باید توجه داشته باشیم که در دو روز گذشته بقیه کاندیداهایی که از طرف دولت ثبت نام کرده بودند مثل آقای جوانفکر و آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد از انتخابات انصراف دادند. این به معنی این هست که آقای احمدی نژاد تمام سرمایه خودش رو مستقیما روی آقای اسفندیار رحیم مشایی قرار داده و هیچ گزینه آلترناتیوی رو برای بازی با شورای نگهبان و رهبری تعریف نکرده. یعنی اگر آقای رحیمی در انتخابات باقی میموندن میشد تصور این رو داشت که در صورت رد صلاحیت رحیم مشایی مثلا اسفندیار در مثلا آقای رحیمی میتونستن تایید بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاده و آقای احمدی نژاد با تمام قوا پشت سر آقای اسفندیار رحیم مشایی قرار گرفته و قراره که یک دوئل رو با آقای خامنه ای شروع کنه. به همین خاطر من احساس میکنم از اونجا که آقای خامنه ای تا امروز تصمیم نداشته که احمدی نژاد رو قبل از انتخابات برکنار کنه و یا با اون به مقابله علنی در سطح سیاسی بپردازه، احتمال این که آقای اسفندیار رحیم مشایی با توجه به بالاخره آتوهایی که از مقامات کشور دست گروه دولت هست، با توجه به نوارها و مکالمات ضبط شده که این روزها صحبتش هست و فشاری که دولت خواهد آورد در یک ماه آینده، من فکر می‌کنم آقای اسفندیار رحیم مشایی حتی اگر شده با حکم حکومتی و با کمی بازی سیاسی در نهایت تایید صلاحیت خواهد شد، چرا که در غیر این صورت یک ماه انتخاباتی که قرار است به حماسه سیاسی برای رهبریان تبدیل بشه مطمئناً با تنش دولتی ها مواجه خواهد شد، تنشی که متفاوت جنسش از تنش مردم، تنشی که دستگاه های اجرایی و تریبون های دولتی در اون نقش عمده‌ای خواهند داشت. از طرفی در مورد آقای هاشمی من احساس میکنم که توان این رو امروز آقای خامنه ای نداره که آقای هاشمی رو رد صلاحیت کنه. اگر قرار بود آقای هاشمی مقابلش ایستادگی بشه از طرف رهبر، مطمئناً تا روز قبل از ثبت نام با ایشون اتمام حجت میکردن و جلوی آمدن ایشون رو میگرفتن. همونطور که آقای هاشمی بارها گفته بود من اگر نظر مخالف رهبری رو بدونم وارد صحنه نخواهم شد. به نظر من همین که آقای خامنه‌ای تا این لحظه نظر مخالفش رو با آقای هاشمی اعلام نکرده به معنی این هست که قرار نیست آقای هاشمی رد صلاحیت بشه، چرا که رد صلاحیت آقای هاشمی هزینه بسیار گزافی رو برای رهبر خواهد داشت. بالاخره جریان‌های در بازار، در روحانیت، در اصلاح طلبان، همه اونها مواجه خواهند شد با یک سوال بسیار بسیار بزرگ. کسی که یکی از ستون‌های نظام بوده، کسی که همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت هست و تا سال گذشته، تا دو سال پیش هم رئیس مجلس خبرگان بوده، چگونه صلاحیتش برای ریاست جمهوری رد خواهد شد؟ این به نظر من ریسک بزرگی است. من فکر می‌کنم هر دوی این افراد صلاحیتشون با هر طریقی حتی با حکم حکومتی در نهایت تایید خواهد شد. یعنی فعلا وضعیت خطر کردن نیست اگر بخوایم خلاصه بکنیم صحبت‌های خسروی رو. اگر آقای باستانی این احتمال رو در نظر بگیریم که هر دوی اینها تایید بشن و وارد رقابت بشن، حضور آقای مشایی یا آقای هاشمی چه تأثیری در معادلات انتخابات خواهد گذاشت؟ به هر حال جریان آقای احمدی نژاد طبیعتاً ورود آقای هاشمی رو یک موقعیت جدید برای چانه‌زنی تلقی می‌کنن، از این زاویه که خب اونها معتقد هستن در دو انتخابات 84 و 88 تونستن مقابله موثری با آقای هاشمی رفسنجانی بکنن. حالا اینکه بر چه مبنایی چنین ادعایی رو دارن میتونیم بعداً راجع بهش صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که اونها یک همچین جایگاهی برای خودشون قائل هستن و طبیعتاً با توجه به اینکه کاندیداهای دیگر جریان اصولگرا وزن قابل توجهی شاید مثلا با کاندیداهای سال 88 این جریان، کاندیدای سال 88 جریان یا حتی سال 84 این جریان در مقایسه با کسایی که اومده بودن ندارن، طبیعتاً اونا با این برگ بازی خواهند کرد که اگر می‌خواهید جلوی ورود امثال هاشمی رفسنجانی و متحدانش به قدرت رو بگیرید به ما رضایت بدید. به نظر من در جریان انتخابات ما شاهد تمایل تیم آقای احمدی نژاد به ایجاد یک همچین دو قطبی خواهیم بود، البته مشروط به اینکه اساساً کاندیدای اونها داشته باشن. از اون طرف اگر فکر میکنید که آیا جناح حاکم، نزدیکان به هر حال با آیت الله خامنه ای، اونها نمیتونن یه نامزد موثری رو وارد بکنن؟ این روزها صحبت از آقای جلیلی میشه. به نظر من اون جریان قطعاً کاندیدای خودشون رو دارن و طبیعتاً رهبری و متحدان اون تلاش خودشون رو برای به قدرت رسیدن همچین کاندیدایی بیشتر به کار خواهند بست و اونها احتیاجی به این بازی ندارن که مثلا به خاطر اجتناب از آقای هاشمی رفسنجانی به آقای مشایی یا کسی مثل آقای مشایی تن بدن و برعکس. به نظر من اونها به هیچ کدوم از این دو جریان واسه مهار همدیگه
احتیاج ندارن، حداقل تصورشون به نظرم اینطور هست. اونها از کاندیدای خودشون حمایت خواهند کرد، منتها واقعیت اینه که به هر حال اون دو قطب دیگر هم الان وارد انتخابات شدن، طبیعتاً اون دو قطب دیگر هم بازی خودشونو دارن و من فکر می‌کنم به هر حال جریان آقای احمدی نژاد به این خاطر که به شدت احساس نگرانی می‌کنه برای اینکه امکان حضور در انتخابات رو نداشته باشه، وجود قطبی به نام آقای هاشمی رفسنجانی رو فرصتی قلمداد می‌کنه برای اینکه بتونه کاندیدای خودش رو از صافی شورای نگهبان بگذرونه. آقای خلجی، اگر این سه نفر آقای هاشمی مشایی و آقای جلیلی برسن به روز رأی‌گیری، در اون صورت روی ترازو شما کدوم طرف رو فکر میکنید که واقعا بتونه اقبال بیشتری رو از مردم جلب بکنه؟ بدون تردید میزان مشارکت عمومی خیلی بالا خواهد رفت و تقریبا میشه گفت که تمام کسانی که معتقد هستند به چارچوب جمهوری اسلامی به هر حال نمایندهی در این یکی از این سه نفر میبینند و شرکت خواهند کرد و این نکته خیلی مهمی است و بسیار حائز اهمیت هست و عدم شرکت آقای رفسنجانی میتونست نقش خیلی تاثیرگذاری در این موضوع بگذاره. اما به همین دلیل که میزان مشارکت خیلی بالا خواهد بود، اگر امکان تقلب کم باشه به احتمال خیلی زیاد به دور دوم خواهد رفت و انتخابات دو قطبی خواهد شد. در اون صورت باید دید که چه کسی به دور دوم راه پیدا خواهد کرد؟ آیا سناریوی سال 84 تکرار خواهد شد که به نوعی آقای رفسنجانی با دستکاری در آرا نتونست رأی بیاره، یا در حقیقت سناریوی سال 88 که به بحران منتهی شد؟ من تصور میکنم اگر به دور دوم منتهی بشه انتخابات، یک چالش بسیار عظیمی برای آیت الله خامنه‌ای خواهد بود و معلوم نیست که ایشون چگونه میتونه از مدیریت این بحران بیرون بیاد. آقای خسروی، انتخابات 88 به هر حال یک اتهامات بزرگی مطرح شد، حداقلش اینه که یک علامت سوال بسیار بزرگ انتخابات 88 برای همیشه ایجاد کرده درباره نفس انتخابات، یعنی خود ماجرای انتخابات به هر حال به نوعی حداقل در بعضی از ذهن‌ها زیر سوال هست. چه تضمینی وجود داره که اون اتهامی که در سال 88 بود که اصلا رأی رو نشمردن به طور کلی، این بار اتفاق نیفته؟ ببینید، من احساس میکنم اون اتهامات نه تنها اتهاماتی بر روی کاغذ، بلکه اتهاماتی واقعی بود و هنوز همون اتهامات مطرح هست. ولی امروز اگر در مورد آمدن نیامدن آقای هاشمی و تایید صلاحیت و ایراد شدن ایشون صحبت میکنیم، همونجور که آقای خلجی در بخش اول صحبتاشون هم فرمودن، موضوع صرفا رسیدن به ریاست جمهوری یا حتی رأی دادن در روز انتخابات نیست. موضوع اینه که یک در اصل رقابت، یک نزاعی بین جناب آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای روی داده. در چند هفته اخیر آقای هاشمی تندترین حملات خودشون رو نسبت به رهبری ایران انجام دادن و مشخص شده برای مردم ایران که آینده بلند مدت کشور ممکن است از این انتخابات بگذرد. اگر افرادی در سالهای گذشته تأکید داشتن بر تخلف و تقلب در انتخابات و هنوز هم بر این صحبت هستن، این دلیل بر این نمیشه که نگاهی به انتخابات پیش رو نداشته باشن. ما احساس میکنیم انتخابات در ایران یک فرصتی است برای طرح مطالبات و برای تغییر توازن قوا. ممکن است نیروهای بسیاری در این انتخابات فعال بشوند ولی در روز رأی گیری شرکت نکنند به خاطر همون مسئله عدم اطمینانشون، ولی این رو آقای هاشمی و رویکرد اون تعیین خواهد کرد. به نظر من این انتخابات بسیار مهم خواهد بود، از این دلیل، از این منظر که در یک ماه آینده مردم و به خصوص اون جنبش اجتماعی که ما در ماه‌های گذشته بارها صحبتش رو کردیم، فرصت این رو خواهد داشت که همون سوالی رو که در مورد تقلب، در مورد رأی من کجاست، سال‌هاست داره مطرح میشه رو بیاره در عرصه عمومی مطرح کنه و حتی از آقای هاشمی، آقای جلیلی یا هر کاندیدای دیگه در مورد این اتفاقاتی که در 4 سال گذشته رخ داده در اصل پاسخگویی بخواهد. به نظر من این انتخابات رو باید خیلی فراتر از این ماجرای رأی دادن یا رأی ندادن نگاه کرد. بسیار خب، آقای باستانی، دو قطبی 84 رو شما اشاره کردید، احمدی نژاد، هاشمی، فقر، ثروت، به هر حال این یه گفتمانی بود که اون موقع تولید شد.
8 سال گذشته. امروز ما می‌بینیم که از هر دو طرف، یعنی هم اگر آقای مشایی رقیب آقای هاشمی باشه، ایشون هم این دو قطبی رو تلاش خواهند کرد ایجاد بکنن، از این طرف هم که همین الان دارن میکنن، یعنی اگر مثلا نامزد مثلا آقای جلدی باشه، می‌بینیم که رسانه‌های این طرف دارن همین کار رو انجام میدن. پرسش اینجاست که اون اتهامات اگر سال 84 به نوعی میچسبید مثلا، یعنی میتونست تأثیر بذاره، رأی منفی ایجاد بکنه برای آقای هاشمی، الان در 8 سال گذشته یا پایگاه آقای هاشمی بازسازی شده یا اینکه نه بدتر شده، چطور میبینید؟ فارغ از اینکه راجع به پایگاه آقای هاشمی صحبت بکنیم، اصولا فکر میکنم تو تحلیل مسائل ایران این یک گرایش خطرناک است که تجربیاتی که یکی دو بار یا چند سال رخ میده رو ما بخوایم تا ابد وقایع رو بر همون مبنا تحلیل بکنیم. اگه یادتون باشه زمان اصلاح طلبها بعد از دوم خرداد و بعد از انتخابات مجلس ششم، این بلیه‌ای بود که به سر اصلاح طلبان اومد، یعنی فرض رو بر این گذاشتن که در هر انتخاباتی الالعبد اونها اکثریت قاطعی خواهند داشت و حالا باید برنامه‌های دیگه‌شون رو بر روی همین تنظیم بکنن. تصور من اینه که در سالهای مخصوصا اخیر و بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اولویت‌هایی که برای مردم عادی ایران، یعنی مردم کوچه و بازار، در واقع در صدر نشسته، وضعیت معیشتی به مفهوم سخت شده بعد از تشدید تحریم‌ها بوده. ببینید وضعیت معیشتی در ایران همیشه بد بوده، وضع اقتصاد همیشه بد بوده، اما ما داریم در حدود 10-9 ماه اخیر از سطح دیگری از فشارها صحبت می‌کنیم. بعد از اینکه تحریم‌های نفتی و بانکی دچار ایران شده و زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده، تصور من اینه که آقای هاشمی رفسنجانی و هر کاندیدای دیگری از این زاویه در انتخابات آینده فرصت‌های متفاوتی میتونه داشته باشه. به کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی در واقع برای او این ادعا در نزد خیلی از ایرانیان پذیرفته هست که بخواد بگه که من رابطه ایران رو با جامعه بین‌المللی میتونم بهتر بکنم. ببینید از هر سیاستمداری شما در خصوصش بعضی از ادعاها پذیرفتنی، بعضی ها پذیرفتنی نیست. مثلا آقای احمدی نژاد اگر یه شعار انتخاباتیش رو یا تیم آقای احمدی نژاد این بذاره که ما ایستادگی میکنیم در مقابل نهادهای انتصابی، این ادعا گذشته از اینکه موافقش باشیم مخالفش باشیم پذیرفتنی از اون تیم. ولی ممکنه که اگر مثلا وعده عدالت اجتماعی بده دیگه پذیرفتنی ازش نباشه. تصور من این هستش که آقای هاشمی رفسنجانی امکانات جدیدی در این انتخابات داره، از قضا همین فقره‌ای که گفتم. فکر می‌کنم که از قضا این موضوع هم یکی از نکات تعیین کننده در انتخابات آینده و در نگاه شهروندان خواهد بود. اونها احتمالاً تلاش خواهند کرد که از این کارت استفاده بکنن و اگر بتونن به طور مؤثر استفاده بکنن، ممکنه بازی انتخاباتی به طور کلی متفاوتی رو مشاهده کنیم. یعنی مثلا با وعده‌های اقتصادی اینکه اوضاع ممکنه بهتر بشه، تحریم‌ها و مشخصاً بهبود رابطه با جامعه بین‌المللی و کم کردن فشار برای اقتصاد و معیشت ایران بتونه براشون رأی بخره. آقای خلجی، شما پیشینه یه کارنامه به هر حال یا درک و برداشتی که افکار عمومی داره از آقای هاشمی و همینطور از آقای مشایی، فکر میکنید که اون کارنامه چقدر ممکنه مثبت باشه برای اونها در انتخابات یا نه پهن منفی محسوب بشه؟ ببینید در سیاست، سیاستمداران هر روز یک آدم دیگری هستند. آقای خامنه ای هم شباهتی به آقای خامنه‌ای امروز شباهتی به آقای خامنه‌ای 24 سال پیش نداره یا حتی به آقای خامنه‌ای 10 سال پیش. من تصور میکنم که بسیاری از مردم ایران این موضوع رو در نظر میگیرن که معادلات تازه‌ای وارد این بازی انتخاباتی شده و انتخاب آقای رفسنجانی تنها انتخاب یک نامزد انتخاباتی نیست، بلکه برهم زدن توازن قوا در جمهوری اسلامی هست و میدونید که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه دموکراتیک نیست مثل یک سد ستبر و سخت میمونه و به همین دلیل حتی ترک ها و شکاف های کوچک در این سد بسیار پر اهمیتن، چون میتونن به تدریج تبدیل به شکاف ها و گسست های خیلی بزرگتر بشن. آقای رفسنجانی تنها آدمی است تقریبا در میان نامزدهای انتخاباتی که اهمیتش نه به عنوانها و منصبها و مقامهایی است که
در گذشته یا اکنون داره، بلکه اهمیتش به نقش مهمی است که در آقای خلجی کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، ولی اگر رای دهنده بر اساس، یعنی بر اساس برداشت شما که برای در واقع ایجاد ترک و شکاف بخواد رای بده، ممکن آقای مشایی رو انتخاب بکنه؟ یعنی بحث اینجاست که کدوم یکی از اینا میتونه بیشتر اون گفت، یعنی بحث اینجا آقای هاشمی واقعا در کمپینش اون چیزی رو که شما میگید جلو خواهد برد؟ تفاوت این هست که شکاف هایی که آقای رفسنجانی ایجاد میکنه بیشتر میتونه به نفع دموکراسی و جامعه مدنی و اقتصاد بازار آزاد و ارتباط با غرب باشه، اما انتخاب آقای مشایی بیشتر جامعه رو به سمت مشکلات بیشتر در جامعه جهانی و همینطور در اقتصاد پیش خواهد برد. بسیار خوب، متشکرم. مهدی خلجی در واشنگتن، همینطور مصطفی خسروی در روم ایتالیا و اینجا در استودیو همکارم حسین باستانی، متشکرم از اینکه با ما بودید و همینطور ممنون از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی باقی خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق ایمیل در وبسایت، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید و نظر و سوالی اگر هست بسیار خوشحال خواهیم شد که بشنوید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش. We'll be right back.